بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما شاگردان عزیز، با امید از یک صحتمند باشین و در کنار خانواده ها لباس عافیت را به تن داشته باشین. باز هم به خدمت شما قرار داریم با یک دیگر از برنامه های مکتب، مضمون بیولوژی جلسه ششم از صنف هشتم. با امید اینکه از مطالب و موضوعات جلسات قبلی استفاده کلی برده باشید، باز هم در خدمت شما قرار داریم با یکی دیگر از موضوعات و مطالب کتاب صنف هشت. پیش از اینکه وارد بحث امروزی بشید، در جلسه گذشته راجع به موجودات زنده و بخصوص عالم فنجی ها و همچنین پروتستا با هم دیگر صحبت کردیم. گفتین خود پروتستا یکی دیگر از عالم ششگانه موجودات زنده بود که شامل الجی و پروتوزوا بود. الجی ها بر اساس مواد رنگی که داشتن اونا رو طبقه بندی کردین به نام الجی سبز، الجی سرخ و الجی نسواری. و همچنین بحث پروتوزوار گفتین عبارت از موجودات زنده این که بیشتر خواص حیوانی داشتن، ویدول حجدوی بودن و سبب بعضی از امراض می شدن و خود پروتوزوار باز با چهار دسته تقسیم بندی کردیم که شامل کلاس سارکودینا بود، شلاغداران بود، مجداران بود و اسپروزوار. هر کدوم از اینها سبب بعضی از امراض می شد. مثال ما در بحث اسپروزوا پلازمودیم را داشتیم که سبب بیماری ملاریا میشد، یا در بحث آمیب بیماری های آمیبایی، پیچش، کلورا و غیره از وجود ای پروتوزوا به میان میامد. و همچنین گل سنگ ها را داشتیم که از همزیستی الجی و فنجی به وجود میامد. فنجی ها باز برعکس الجی فاقد کلوروفیل بودن، گندیده خار بودن، منتها هم ارزش غذایی داشتن برای موجودات دیگه و هم در بعضی موارد ضررهای هم داشتن. ضررهای از اون سبب خراب شدن مواد غذایی، سبب بعضی از امراض میشد. فواید از اینا هم گفتیم در بحث تخمر، در بحث دواسازی و همچنین از فنجی ها در بحث مواد غذایی و تخمر و حتی دوایی هم استفاده می شود. اما میرسیم برو بحث یا موضوع امروزی خود که عالم بسیار وسیع و موجوداتی که شامل از این عالم هستن از لحاظ تعداد و از لحاظ فعالیت هایی که انجام میدن بسیار متفاوت و عمل کرده از اینا بسیار چیه؟ میتونین بگین پیچیده. شامل چیان؟ نباتات. پس بس و موضوعی که امروز انشالله میخواییم با شما رو داشته باشین بحث طبقه بندی نباتاته. طبقه بندی چی؟ نباتات. اگر سوال بشه از ما که آیا زندگی موجودات زنده به شکل تنهایی و به شکل خودی امکان پذیر هست، میتونین بگیم نخیر. هیچ موجود زنده توانایی زندگی خود به شکل تنهایی و انفرادی نداره، وابسته هم به یک دیگر و بخصوص وابستگی تمام موجودات زنده حیوانی به نباتاته. نباتاتی که اونها چکار میکنن؟ غذا را خودشان تأمین میکنن، غذای خود را خودشان میسازن از مواد ساده، مواد ساده مثل آب و کاربون دای اکساید. چکار میکنه؟ وایده های غذایی ها میتونه میگن مرکبات عضوی به میان میارن که زندگی دیگه مصرف کننده ها را تأمین میکنن. پس تمام حیوانات به شکل مستقیم و غیر مستقیم نیازمندی خود از کی تأمین میکنن؟ از نباتات.
وقتی میگن انسان یک موجود کثیرالحجروی هست، از جمله فقاریا هست، زندگی ما وابسته به نباتات. چطور وابسته به نباتات؟ وقتی ما غذا مصرف میکنین، اولین ترکیبی که در دسترخوان یا سفره ما وجود داره نان خشکه، نانی که او تهیه میکنین. نان از چی جور میشه؟ از گندم. گندم از جمله نباتات. اگر برمیگردین به بحث مواد غذایی دیگه که شکل ترکیبی در خانه ایجاد میشه و او رو آماده میسازین، بازم گفتین یا مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نباتات. پس زندگی تمام موجودات زنده، گفتین یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نباتاته. علاوه بر تهیه مواد غذایی، میگین در بحث محیط زیست، کاربون دای اکساید در جذب میکنه، اکسیژن رو تولید میکنه. وقتی شما میرین به یک محیط باز برای تفریح، برای تفریح که میرین کوشش میکنین جایی رو برای نشستن انتخاب بکنیم که نبات باشه، سایه درخت باشه. چرا؟ خود به خود هوار پاک میسازه، محیط دلچسب میسازه و اهمیت زندگی ما رو تأمین میکنن خود نباتات. به کنار این موضوع، گفتین بحث زندگی موجودات دیگه، مواد غذایی، پناهگاه برای موجودات میتونه محیط های خود نباتی باشه. پس بین که خود نباتات رو طبقه بندی میکنیم که نباتات چی خصوصیات و چی ویژگی های رو دارن. خیلی خوب، از جمله مشخصات نباتات میگیم نباتات از جمله موجودات زنده هن که چکار میکنن؟ تمام فعالیت های حیاتی، فعالیت های حیاتی در حیوانات مثل چی؟ تنفس، تغذیه، تکثر و نمو، همین فعالیت ها در حجرات نباتی هم صورت میگیره، اما به طرق مختلفه. تکثر از اینا تولید دانه یا میوه، حرکت از اینا حرکاتی که وابسته به محیط، حرکات ناستیکی، حرکات تروپیزمی، ساقه ها رشد میکنن، به طرف نور پیش میره، ریشه در خاک پیش میره، ریشه به طرف مواد معدنی در خاک پیش میره، یک حرکتیه. مثل دیگه حیوانات نیان که از یک جا به جای دیگه پرواز بکنن یا راه برن، اما حرکت دارن. و دیگه ای که میگین فعالیتی که نباتات دارن نسبت به پروتستا و فنجی ها چیه؟ پیچیده تره. چرا؟ او موجودات یک حجروی بودن، اما اینا کثیرالحجروی هن. پس فعالیت در حجرات نباتی نسبت به فنجی ها، نسبت به پروتستا اینا پیچیده تره. چرا؟ چون کثیرالحجروی هن. و دومین بحث و موضوعی که در این هست، اینا میگیم دارای کلروفیل هن. میگیم خود نباتات دارای چی هن؟ دارای کلروفیل. کلروفیل چه؟ عبارت از رنگ سبز یا جزء از کلروپلاسته. باز انشاءالله به سنیف بعدی هم میخوانیم شما که خود کلروفیل بخشی از کلروپلاست، شکل ساختمان های کروی در نباتات که در عملی ترکیب زیه یا فوتوسنتز نقش داره. و صنف هم شما خوندین عملی فوتوسنتز یا ترکیب زیه، کاربون دای اکساید، جمع آب در موجودیت نور خورشید و کلروفیل. نبات چکار میکنه؟ میایه با خود گلوکوز رو میسازه و اکسیژن رو آزاد میکنه. روز پس گفتین اینها دارای کلروفیلن. میگن از جمله مشخصات و خصوصیات خود نباتات یک، داشتن خود کلروفیل. و دیگه خصوصیتی که در اینها وجود داره، میگیم دارای دیوار حجرویان. باز هم برمیگردیم به صنف هفتم، گفتیم نباتات
علاوه بر غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن که خود دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده. قسم حیوانات علاقه مندی خاص در نشان میدن برای چی؟ برای گرفتن مواد نباتی. حجرات نباتی مصرف میکنن. چرا؟ بحث سلولوز داره. و خصوصیت دیگه ای که در نباتات وجود داره، اینها بعضی از اینها کیوتیکل هم دارن. کیوتیکل یک ساختمان های مویک مانندی که در روی برگ نباتات شکل ساختمان ها مومانند یا سیلیا مانندیه که چکار میکنه؟ از تبخیر آب جلوگیری میکنه، از ضایع شدن آب جلوگیری میکنه. مثلا نباتاتی که در محیط های دشتی هن کیوتیکل دارن، کیوتیکل روی برگ ها طوری احاطه میکنه که نمیگذاره آب از حجرات از اینها تبخیر بشه، آب رو حفظ میکنه. پس خصوصیات و ویژگی هایی که در نباتات وجود داره، ما گفتیم اینها فعالیت از اینها نسبت به پروتستا و فنجی ها پیچیده تره. چرا؟ نباتات چندین حجروی هن. دوم بس داشتن کلروفیل، نباتات کلروفیل دارن. عملی ترکیب زی یا عملی فوتوسنتز و صنف هفتم شما خوندین که کاربون دای اکساید جمع آب در موجودیت نور خورشید و کلروفیل. کلروفیل بخشی از کلروپلاسته به شکل ساختمانهای کروی که عملی فوتوسنتز یا ترکیب زیل در این صورت میگیره. چی به دست میامد؟ گلوکوز جمع اکسیژن. میگیم نباتات برای ما اهمیت حیاتی داره، یک از لحاظ بحث مواد غذاییه و یک از لحاظ بحث محیط زیست که تولید اکسیژن رو میکنن. خب و دیگه خصوصیتی که در بحث نباتات هست گفتیم در بحث عملی ترکیب زیه یا فوتوسنتزه. گفتیم در ترکیب زیه یا عملی فوتوسنتز نباتات چکار میکنن؟ از مواد خام، مواد خام شامل چی بود؟ آب و کاربون دای اکساید. مرکبات مغلق غیر به وجود میارن، مثل چی؟ گلوکوز یا قند یک قیمته یا ساده است. حالا از خود گلوکوز در جریان ترکیب زیایی بعد از تعاملات کیمیایی میتونه مواد نشایستوی، مواد مغلق دیگر مثل پروتین و شمر چکار بکنه؟ بسازه. ببینید پس اهمیت حیاتی که نباتات برای ما دارن، به خصوص یک از اون موارد از این بحث ترکیب زیایی بود که نباتات میگن اوتوتروفن، یعنی تولید کننده هن، غذا خور خود نامه سازن. شاید بعضی از شما به پیش شما سوال شد که ما هم که غذا خور خود ما میسازیم. نه، شما آماده خورین یا مصرف کننده این مفت خور از غذای آماده شده دیگر را استفاده میکنیم. پس به این ترتیب میگیم نباتات اینا چکار میکنن؟ بس اوتوتروفن، غذا را میسازن برای مصرف کننده های بعدی. از طریق چی؟ از طریق انساج انتقالی. انساج انتقالی در نباتات شامل زایلم و فولیم بود که گفتیم نباتات از طریق نسج زایلم آب و مواد معدنی میگیره به شکل شیره خام، اینا رو انتقال میده از طریق چی؟ نسج زایلم به برگه ها. برگر به نام کارخانه غذاسازی میگفتین یا آشپزخانه. در اونجا غذا وقتی پخته شد توسط نسج فولیم به تمام حساس نبات غذای پخته شده رو میرسانه به تناسب ساقه، برگ، ریشه. نباتات تغییرات در همه قسمت های ایجاد میشه. اگر برگ ها کلان میشن رشد میکنن، نمو میکنن، ریشه هم همچنین. و همچنین مواد غذایی گفتیم در قسمت های مختلف نباتات ذخیره میشه. بعضی نباتاتی وجود داره که مواد غذایی در برگ خود ذخیره میکنه، بعضی در ریشه خود، بعضی در ساقه خود
و مصرف کننده ها نظر به نیازمندی چه کار میکنن؟ از این قسمت های مربوطه استفاده میکنن. اما رسیدیم برو بحث ترکیب خود دیوار حجروی یا سلوال. گفتیم حجرات نباتی اینها ترکیب از اینها از سلولوز بود و سلولوز قند چندین قیمته که خود دیوار حجروی میسازه و در بعضی از نباتات خود سلولوز تبدیل میشه به چوب سخت. مثلا نباتات چندین ساله سلولوز از اینا به مرور زمان، وقتی میگیم چندین سال، 100 سال، 200 سال یک نبات یا یک درخت عمر میکنه، خود امو تنه یا ساقی از او میتونه از مجموعه انساج بشتوی مرده باشه که از سلولوز ساخته شده. اما نباتات ساق علفی که است، اینها باز نباتاتی هن که سلول از اینا چیه؟ نرمه، خاصیت انحنایی رو برای نبات رو میده و نه حیوانات هم علاقمندی خاص رو دارن به خوردن حجرات نباتی. خب گفتین خود کیوتیکل عبارت از یک بخش یا روی دیوار حجروی نباتات که به قسمت بیرونی از او قرار داره. وقتی میگیم سلوال دیوار حجروی، در قسمت بیرونی دیوار حجروی یک قشر و یک ساحه احاطه کرده، گفتیم شکل مویک مانند یا سیلیا ماننده که نبات چه کار میکنه؟ از خشک شدن جلوگیری میکنه. وقتی شما در محیطهای دشتی گشت و گذار کرده باشین یا سر و کار شما اونجا باشه، ببینیم نباتات سبز هم در این مناطق وجود دارن. آب اصلا وجود نداره در اون منطقه، ولی اون نباتات سبز بودن خود را هم حفظ میکنن و رشد و نموی خود را هم ادامه میدن. چه ویژگی در اینا هست؟ نگین اینا کیوتیکلر دارن. کیوتیکل نگیم یک نوع ماده مومیه یا مومی شکله که مخصوصا روی اپیدرمس، اپیدرمس به کجا قرار دهیش؟ به روی ساقه و برگ نباتات، به روی قسمت اپیدرمس نباتات میرویه و نبات را از خشک شدن جلوگیری میکنه و سبب میشه همو عملی فتوسنتز در حجرات نباتی برای همیشه و حالت همیشگی تداوم پیدا بکنه. پس بحث و موضوعی که امروز خود ما و شما روی عزیز صحبت کردین، اول بحث خود طبقه بندی نباتات بود. گفتین نباتات برای تمام موجودات زنده اهمیت حیاتی و زندگی دارن. بدون موجودیت نباتات زندگی هیچ موجود زنده ممکن نیه، چی به شکل مستقیم و چی غیر مستقیم. و دیگه ای که نباتات میگن خود از اینا اوتوتروفن، یعنی تولید کننده هن. مواد غذایی خود اینا میسازن و آماده میکنن برای کی؟ برای مصرف کننده های بعدی. درست؟ میگیم نباتات ما وقتی اینا رو تقسیم بندی کردیم، میگیم اینها مثل دیگه موجودات زندگی همون فعالیت های حیاتی مثل تنفس، تکثر، تغذیه دارن، ولی با بعضی تفاوت های فعالیت از اینها نسبت به پروتستا و بعضی فنجی ها پیچیده تره. چرا؟ اینا چون چندین حجروی هن، ولی نباتات وحید حجروی هن. نباتات دارای کلروفیل هن که خود کلروفیل یکی از جمله عوامل مؤثر در بحث ترکیب زیاییه که اگر کلروفیل نباشه ترکیب زیایی یا فتوسنتز صورت نمیگیره. و دیگه ای که گفتیم نباتات دارای دیوار حجروی بودن که دیوار حجروی از اینا از سلولوز ساخته شده و همچنین اینها علاوه بر داشتن دیوار حجروی کیوتیکلر هم دارایند. خب گفتین خود ترکیب زیایی عبارت از یا عمله فتوسنتز، نباتات میگن از مواد ساده یا مواد ساده غیر عضوی مثل آب و کاربون دای اکساید مرکبات مغلق عضوی مثل چی؟ خود گلوکوز یا قند میسازن. همچنین
از خود گلوکوز باز در ترکیب یا جریان عملی ترکیب زیایی میتونن مواد پیچیده تره مثل نشایسته، مثل شهمیات و حتی پروتین ها را هم بسازن. در نباتات ما انساج انتقالی داشتیم که انساج انتقالی شامل زایلم و فولیم بود و مواد غذایی گفتیم در نباتات در برگ، در ساقه و در ریشه خود ذخیره میکنن تا جهت استفاده موجودات بعدی قرار بگیره. و دیگه داشتیم دیوار عجلوی یا سلوال که ای علاوه بر قشا در حجرات نباتی وجود داره، از سلولوز ساخته شده و همچنین در بعضی از نباتات چندین ساله خود سلولوز یا مو دیوار حجروی تبدیل میشه به چی؟ به چوب سخت، تبدیل میشه به تنه یا مو ساقه چوبی نباتات. و به کنار از این بعضی از نباتات گفتیم کیوتیکل را داشتن که خود کیوتیکل گفتیم یک نوع ماده مومی شکلیه که عموما روی اپیدرمیس یا در قسمت ساقه یا برگ نباته میرویه و وجود داره و وظیفه چیه؟ که از خشک شدن نباتات جلوگیری میکنه. این بود پروگرام و موضوعات درس امروزی ما و شما. با امید از اینکه از مطالب و موضوعات استفاده کلی برده باشین، بحث طبقه بندی و نوعیت خود نباتات را از لحاظ انواع میگذاریم برای جلسه بعدی. تا دیدار بعد و برنامه بعد، همه شما عزیزان به خداوند عزیز مسپرم. السلام علیکم و رحمت الله.